خب بچه‌ها اومدیم سراغ تست بعدی، یه تست خیلی قشنگ. با هم تست رو بخونیم. با توجه به دنباله حسابی، مجموع این کدام است؟ بچه ها نگاه کنید، من بخوام این کسر رو به صورت این دو بوده بد شده پنج، اولی ها رو مؤلف اول رو دارم بررسی میکنم، بد شده هشت تا الی آخر. من میتونم بگم این بوده سن منهای یک. از طرفی دومی ها رو نگاه کنید، با یه رنگ دیگه بنویسیم. 5 8 11 5 8 11 میتونم بگم بوده سه ان به اضافه دو. پس یعنی من میتونم بگم یه جورایی کسر ما شامل چیه؟ شامل یک بر روی سه ان منهای یک در سه ان به اضافه دو. خب ما الان فهمیدیم که این اتفاق داره برای کسرمون میفته. حالا اتفاقی که بچه ها میتونیم، یعنی باید شروع کنیم به این که به دست بیاریم که اینا به چه پارامترهایی میتونن تبدیل بشن و چه عددی داریم و در انتها بتونیم مجموعشو حساب بکنیم. خب اگر ما بخوایم مجموع حساب کنیم، میتونیم اینا رو تفکیک کنیم. یعنی بگیم آ بر روی سه ان منهای یک، اینم میشه بی بر روی سه ان به اضافه دو. خب اگر این اتفاق بچه ها بیفته، اون موقع این آ تو این ضرب میشه، بی هم تو این ضرب میشه، و اگه ضرب بشه کسر ما تبدیل به چی میشه؟ با یه رنگ دیگه میگم یه دونه فاکتور هم ازش بگیریم، اگه موافق باشی یه دونه ان فاکتور بگیریم، میشه سه آ به اضافه سه بی، جفتشو ضرب کرد. خب حالا آ تو دو هم ضرب میشه، میشه به اضافه دو تا آ منهای بی. این شد صورت کسرمون. مخرجمون هم که همون سه ان منهای یک در سه ان به اضافه دو هست. حالا از اینجا چه نتیجه میگیرم؟ نتیجه میگیرم یا سه آی به اضافه، با تجربه کسر بالا و تساوی دوتا کسر، سه آی به اضافه سه بی باید باشه صفر، یا باید دو آی منهای بی باشه یک. که اگر اینو بخوایم ساده کنیم، که اگر بخوایم اینو ساده کنیم، جوابمون چی میشه؟ میشه یک سوم و منهای یک سوم. میشه جوابمون یک سوم. مثلا الان آ باشه یک سوم، بی باشه منهای یک سوم. جواب آ و بی رو من اینجا چیکار کردم؟ به دست آوردم. حالا من جواب آ و بی رو به دست آوردم، یک سوم، درسته؟ پس میام بقیه رو به صورت این مینویسم، یک سوم ضرب دره. برگردیم یه بار عددامون رو نگاه کنیم. خب میشه یک دوم منهای یک پنجم، یک دوم منهای یک پنجم به اضافه این، این یک سوم برای همه است. دوباره یک پنجم، برگردیم یه بار دیگه نگاه کنیم عددامون رو، یک پنجم یک هشتم منهای یک هشتم، دوباره عددامون رو نگاه کنیم تا الاخر، میشه یک هشتم یکی یازدهم، میره تا همینجور الاخر. حالا کیا با هم میتونن ساده شن؟ این با این میتونه ساده شه، این با این میتونه ساده شه، این با این میتونه ساده شه. آخرین عددمون میمونه، آخرین عددمون چیه؟ ما برگردیم یه دور نگاه کنیم، یک بیستم. خب اولین عددمون هم که مونده یک دوم، میشه یک دوم منها، چون دومی ها منهاست، یک بیستم، یه دونه یک سوم هم توش ضرب میشه. اگه بخوام اینجا مخرج مشترک بگیرم، میشه ده منهای یک نه، میشه نه بیستم، کم کردم این شد ده، که من اگه اینو کم کنم میشه نه بیستم، اینم که یک سومه. خب اگه این اتفاق بیفته، سه رو با نه ساده میکنم، میشه سه بیستم، که اگر ساده کنیم سه بیستم میشه، ببینم، بله میشه پونزده صدم. سه بیستم یا پونزده صدم، چرا؟ چون تو گزینه هامون بچه ها ما اینجوری داریم عددامون رو، به صدم داریم. پس من میشه پونزده صدم، یا اینجوری میتونیم حتی بنویسیم پونزده صدم. یعنی جواب تست ما هست گزینه یک پونزده صدم.